بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه وجعلنا الله من خیر اعوانه و انصاره. خب در این بخش پایانی خطبه 147 به این فراز میرسیم که میفرمایند که بدانید انکم لن تعرفوا الرشد، شما راه رشد را نخواهید شناخت مگر اینکه اون کسی که این راه رو ترک کرده بشناسید. ولن تأخذوا بمیثاق الکتاب حتی تعرفوا الذی نقضه، شما نخواهید توانست به پیمان کتاب آسمانی اخذ بکنید، وفادار باشید، مگر اون کسی که نقض پیمان کرده و پیمان شکن بوده است رو بشناسید. و نمی توانید تمسک به کتاب بکنید، یعنی عمل به او بکنید اون گونه که کتاب فرموده، مگر اینکه اون کسی که این کتاب رو کنار زده رو بشناسید. در اینجا سه تا جمله هست، در این سه جمله یک کلمه مشترکه، مسئله شناخته، بشناسید اون جریان باطل رو، جریان باطل ها را کارهای مختلفی میکنه. سه جمله هست جو عباراتش متفاوته، در اولی میگه رشد رو نمیشناسید، در دومی میفرماید که به پیمان کتاب نمیتونید اخذ کنید و عمل کنید، و سوم هم تمسک به کتاب نمیتونید داشته باشید مگر اینکه این جریان رو بشناسید. خب یه نکته اولا اینجا هست که در فلسفه مطرح شده، یعنی در منطق و در خود دانش منطق مطرح شده که میگن تعرف الاشیاء به ازدادها، هر چیزی با ضد خودش شناخته میشه، اگر ضد نباشه ما شناخت پیدا نمی کنیم. مثلا اگر فرض بفرمایید که تمام به اصطلاح در این دنیا ما چیزی به اسم شب نداشته باشیم، همش روز باشه، ما روز نمی شناسیم، همش شب باشه، شب هم نمی شناسیم، زمانی شب رو می شناسیم که روز مقابلش باشه، و زمانی روز رو می شناسیم که شبی بیاد اونجا، تا شب اومد یه ها این روز بود، یعنی روشنایی بود. یه اصلیه توی منطق مطرح شده که با ازداد میشناسیم. پس به ضد نور دانستی تو نور، ضد ضد را مینماید در صدور، رنج و غم را حق پی آن آفرید، تا بدین ضد خوشدلی آید پدید. یعنی زمان او لذت خوشی رو برای که رنجی باشه اینجا، زمانی گوارایی آب رو متوجه میشیم که تشنگی اینجا باشه، یعنی ضدش وجود داره، ضد سیرابی که تشنگی هست، ضد سیراب بودن که درک کردیم، موقع میفهمیم چقدر آب گواراست. اگر تشنگی وجود نداشته باشه ما لذتی هم از آب به هیچ وجه نمیبریم. این هم در مرحله لذت بردن، هم در مرحله شناخت این ضدها مطرحه. پس نهانی ها به ضد پیدا شود، چون که حق را نیز ضد پنهان شود. چون خدا ضد نداره، برای هم خدا کسی نمیتونه با حقیقتش بشناسه، ضد مقابل خدا نیست، کنه ذات خدا شناخته نمیشه. خب اینو داشته باشید. طبق این اصل در اینجا یه نحوی اشاره به این اصل بعضی از شارحین نهج البلاغه گفتن داره که شما مسیر حق را، مسیر درست را، مسیر رشد را نمیتونید بشناسید مگر اون کسی رو که این مسیر رو ترک کرده، رها کرده، مخالفت کرده، او رو بشناسید. خب اینو
مثلا شارحین بعضیشون رو همین از جمله مرحوم علامه جعفری این رو بیان کرده. من به نظرم میاد که اون حرف درسته در جای خودش، ولی اینجا یک مسئله دیگه رو میخواد بیان کنه و اون اینه، این نکته خیلی مهمیه و اون اینه که گاهی اوقات افرادی در جامعه دینی یا سایر جوامع پیدا میشند، عالم نیستند اما به عنوان عالم خودشون رو جا میزنند، دیندار نیستند اما به عنوان دیندار خودشون رو معرفی میکنند. این یک جریان خطرناکی است که سبب میشه کسانی که در جستجوی علمن اگر اون مجموعه رو، اون افراد رو نشناسن، منحرف خواهند شد. در حال حاضر شما نگاه کنید، ما افرادی داریم مدعیان طبابتن، یعنی میگن ما درمان میکنیم بیماری ها رو. خب کجا درس خوندن؟ پیش کی درس خوندن؟ تا چه حد خودش رو نشون دادن؟ میان و دائم برای من و شما نسخه میپیچن، اینو بخورید، این کار کنید. الان هم نگاه کنید، حتی آدم های افراد که اصلا هیچ معلوم کیه، مثلا یه جوان 22 ساله، یه نمیدونم خانم، نمیدونم 25 ساله، میاد اینجا برای شما طبابت میکنه. حالا تو نگاه کنید توی فضاهای اینترنت و مجازی میاد که اگه زانو درد دارید اینو با این قاطی بکنید بخورید خوب میشه زانوتون، اگه اینجوری باشه فلان میشه. خب این تا اینجا داشته باشید، این وجود داره. دقیقا توی فضای دینی هم اینطور هستش. ما چند شب پیش که بحث طاغوت رو مطرح کردیم، طاغوت گفتیم تو قرآن اون فردیه و افرادیه که قدرت طلبه تو پیته دین و اینا در واقع به عنوان در ظاهر یه مسلمان اوتو کشیده، یعنی به ظواهر دین خودشون رو پایبند نشون میدن ولی در عمق دینی ندارن، ایمانی ندارن، و بعد اینها میشن مفسر دین و قرائتی از دین ارائه میکنن. اگر ما اینا رو شناسایی نکنیم، پی نبریم به نفاق اینها، طبیعتا در دامشون میافتیم. پس تا اونا رو نشناسیم راه صحیح رو نخواهیم شناخت. خب این نکته مهمی است که در اینجا بیان شده. و الان شما نگاه کنید، وارد جهان اسلام میشیم، میبینیم قرائت‌های مختلفی از قرآن و از دین و از اسلام وجود داره، فرقه‌های مختلفی وجود داره و در درون مذهب ما افراد زیادی هستن. آقا جناب علی کارشناس مسائل قرآنی، تحصیلاتتون چی هست؟ مهندس فلان. باشه، مهندسی، ما در مهندسی پیش شما زانو میزنیم. پزشک هستی، ما زانو میزنیم در تخصص شما. ولی چه ربطی داره شما در آیه قرآن، در برداشت از قرآن، برداشت از احادیث، برداشت از این، حتی کلیت قرآن حدیث نظر دارید میدید؟ به چه مجوز این کار انجام میدید؟ به قول مرحوم علامه جعفری گفت این صحبت کردن یک گمرکی وجود نداره که بیان بگن آقا این آقا که داره صحبت میکنه مجاز هست به حرف زدن. یعنی میتونیم ما بگیم آخه شما نظر میدی بر اساس چه دانشی و چه منطقی داری نظر میدی؟ خب ببینید، در بعد از پیامبر شاهد یک همچین حرکتی بودیم. یعنی اگر سقیفه یا میگفتن ما میخوام رئیس جمهور بشیم، اما مردم دینتون و معارف دینتون برید سراغ حضرت علی، مشکلی پیش نمیاد، بیان اونجا آب و برق مردم درست کنن، زندگی مردم را بندازن، کاری به دین نداشته باشن، دین سراغ علی برید. اصل انحراف اینجا بود، گفتن ما خودمون تفسیر میکنیم دین رو و دین رو به دلیل اینکه علم به دین نداشتن و بر اساس هواهای نفسانی خودشون عمل میکردن، اون دین نورانی تبدیل شد به چی؟ به انواع فرقه ها، انواع تفکرات غلط و انواع رفتارهای ناشایست و عده‌ای هم پیروش شدن، نرفتن بشناسن اونا رو. خب داره الان شاهد هستید، ببینید چه اتفاقاتی داره میفته، چه اتفاقاتی در جهان اسلام داره مال چیه؟ مال همین شناخته. دقت کنید، من اینو عرض کنم، ما تو قرآن بخش آیات قرآن راجع به خداشناسیه، بسیار بخش هم راجع به قیامت و ایناست، خیلی خوب.
بخشی هم راجع به قوانین و دستورات و اینهاست، بخشی هم قصه های قرآنی. درست. اما دو تا بخش اساسی تو قرآن داره که در روایات ما آمده، رب اون فینا و رب اون فی عدونا. یک چهارم راجع به ما اهل بیته، یک چهارم ما دشمنان ماست. چرا آیاتی که مربوط به نفاق هست کسی نمیاد تحلیل بکنه؟ حتی ما شیعه ها، ما میگم آیات امامت ولایت رو تحلیل میکنیم، کتاب نوشتیم، آقا حق با علیه. داریم خیلی هم کتاب نوشتیم محکم متقن، و اگرم واقعا کسی بخونه میاد به طرف تشیع. ولی این همه آیات راجع به نفاق وارد شده، چرا کسی تحلیل میکنه اینا رو؟ مال کی این آیات؟ خب ما اگر بیام قرآن رو فقط بخشش رو بررسی کنیم، معنیش این میشه الذین جعلوا القرآن عظیم، خود قرآن میگه قرآن پراکنده میکنن، یؤمن به بعض و یکفر به بعض، بخشی از قرآن رو ایمان دارن، بخشی رو چیکار دارن؟ کفر میبرزن، قبول نمیکنن. این بسیار اصل مهمی است که ما بدونیم سردمدارانی که جریانهای اختلاف برانگیز، جریانهای باطل، قرائتهای ناروا، قرائتهای خشن، قرائتهای احمقانه از دین ارائه کردن، اینا کیا هستن؟ اینا به عنوان به اصطلاح خلیفه پیغمبر خودشون رو جا زدن دیگه؟ غیر از اینه؟ شما نگاه کنید در یزید دستور داد خونه خدا رو تخریب کنن. میدونید اون فرمانده لشکری که اونجا بود منطقش برای تخریب چی؟ اولا یه آدمی بود همش مراعات میکرد، وقتی میامد حج مراعات میکرد که حتی یک حشره‌ای رو، یک نمیدونم چیزی رو زیر پای خودش نابود نکنه، و دعا میکرد خدای در این حرم تو من مرتکب این کار نشم. اما همین آدم اومد خونه خدا رو تخریب کرد به دستور یزید، منطقش چی بود؟ گفت اجتمعت الحرمت و الوجوب، دو چیز اینجا جمع شده، حرمت خونه خدا و اطاعت خلیفه رسول خدا. اطاعت خلیفه مقدم بر حرمت تخریب کنید. همین منطق تو کربلا بود، حرمت پسر پیامبره، دستور خلیفه است، گردنشو میزنید. ببینید چه چیزایی رو مطرح میشه. اینجاست که از این شما راه رشد رو نخواهید رفت، به پیمان آسمانی متعهد نخواهید شد مگر این جریان رو بشناسید دقیقا کیا دارن از دین بره. الان در عصر حاضر هم همینجوره. خب فرد میاد واقعا یکی از گرفتاری های امثال بنده و خود بنده امثال بنده اینه، برای من میفرستن آقا فلانی این صحبت کرده جوابشو بده. خب آخه چی بگم من؟ آقا مثلا شعر میگه، بعد اومده قرآن رو نقد میکنه، نشسته بله آقا قرآن از جهت علمی میخوام بررسی کنیم قرآن. مگه شما عالمی خوده؟ اون وقت میاد اشکالات فیزیکی، نمیدونم اشکالات ریاضی، اشکالات چیز میگه. آقا مگه تو فیزیکدان هم هستی؟ بعد مگه مفسر قرآن، بعد مگه عربی میدونی؟ اصلا کلمات رو اشتباه تلفظ میکنه، بعد میاد میخواد نقد قرآن بکنه. حالا بیا بشینیم ما یکی که اینا رو یادداشت بکنیم و دونه دونه رو 5 تا 6 تا جواب بدیم که آقا بی اساس اینجا. واقعا این رو باید توجه کرد. همون گونه که ما در مسائل پزشکی به حرف این پزشکای دورگرد و اینا گوش نمیدیم، خب واقعا این کسی میاد حرف میزنه، دوستش دارید داشته باش، بگو آقا از پا تا گلیمت بیرون‌تر این طرف‌تر نگذار، شما بلدی تفسیر شعر کن، برو شعر رو تفسیر بکن دیگه. تو فقه میخوای نظر بدی، تو تفسیر نظر بدی، بله اگر یه سابقه ای داری، مطالعاتی داری، به قول معروف مدرک یک تخصصی رو داری، بسیار خوب، بیا حرفتو مطرح کن، اونم تو مجلات علمی پژوهشی مطرح کن تا جوابشو بگیری، نه که به تو عموم مردم مطرح کنی. بالاخره خیلی فضای بسیار بدی شد. لذا باید اینا رو بشناسیم، ما شناسایی کنیم، بدونیم. خب ببینید چرا مردم علی به این زیبایی، علی به این دانه، چرا اینا کنار زده امیرالمومنین؟ چرا رفت سراغ اونا؟ چرا قد دلبسته اونا شدن؟ و اونا کشوندنشون به باطلی که بخواستن برن، و وضعیت این شد که این شد.
ما چرا خیلی از آیات قرآن رو تفسیرش اختلاف داریم؟ چون نذاشتن بفهمیم اون روایاتی که میگفت این آیه معنا چیه، نذاشتن به دست ما برسه. پس این مطلب رو امیرالمومنین سلام الله علیه غیر از این خطبه خیلی هشدار میده تو نهج البلاغه، نه فقط اینجا که میگه اون کسی که قرآن رو کنار زده، پیمانها رو شکسته، بشناسید، تا نشناسید راه درست رو نخواهید شناخت. این رو حضرت در جای مختلفی بیان میکنه. من دو تا مورد از نهج البلاغه این کلام حضرت رو میارم. یک، در خطبه 17 دوستان خواستن مراجعه کنند، حضرت میگه دو گروه هستند، دو انسان هستند، دو فرد هستند که اینها مبغوضترین افراد پیش خدا هستند. این دومیشو میخوام بگم که مربوط ماست. رجل قمش جهلا موز اون فی جخار الامه آدن فی اقباش الفتنه امن فی ما و ما فی عقد الهدنه قد سماه و اشواه الناس عالمن و لیس بهی. یه فردی هست که این جمع آوری کرده جهالت‌های خودش رو. ببینید، چون آدمایی که همه امروز کلیپی اومده بود، اسنی برم شاید بشناسید، از شخصیت‌های ادبی تو کشور ما، از جهت ادبی قابل احترامه، اومده مطرح میکنه که آقا اصلا میدونید این شیخ عباس قومی ها رو، تعبیر خیلی عذر میخوام، تعبیر خیلی بدی هم میکنه، اومده داستان ابوالفضل رو، حضرت عباس رو اومده از شاهنامه دزدیده که دو تا دستش قطع شده. اینها مردم برید مطالعه کنید. آخه آدم، تو خودت بگه مطالعه کردی؟ من شیخ عباس قومی مال کمتر از 100 سال پیش بود، 100 سال پیشه. قبل از اون ما صدها کتاب مقتل داریم مال 1000 سال پیش، بریده شده دست از عباس رو ذکر کرده. این حرف چیه دارت میزنید؟ یعنی در یک کلیپ 3 دقیقه‌ای شاید 7-8 تا غلط علمی داشت. آخه مگه شما متخصص تاریخی؟ مگه شما اینا رو میدونی؟ این بغضی که نسبت به افراد داری، خب چرا اینو میاد به این شکل با دروغ میخوای بگی؟ اقلا تحقیقی کن، این بغضت از طریق تحقیق اقلا اعلام بکن. خب این میاد نادانی ها رو جمع میکنه، یعنی یه مجموعی از شبهه ها، دادانی ها، حرفای غلط و جب و جور میکنه و توی جاهلان امت میره. نمیاد توی مراکز علمی، نمیاد تو مراکز تحقیقی، که میره تو مردم. مردم اینا عالم مینامند، در که عالم نیست این، و میاد صحبت میکنه، حرف زدن. خب بسم الله جوابش بدیم. خیلی عجیبه این تعصب، بسیار چیز بدی است. روایت خیلی ای کاش جوانای ما کتاب کافی رو بخونن. کتاب کافی احادیثی است که بسیار روشنگره. بخش اولش ببینید، عالم شیعی تو قرن چهارم مرحوم کلینی 1000 سال پیش چقدر دقیق بوده، یعنی از روایات این به این درک رسیده که اولین باب کتابش رو کتاب عقل و جهل قرار داده، بعد کتاب علم، بعد کتاب توحید. چقدر حساب شده است. برید ببینید این روایاتی که بحث میکنه، یعنی روایاتی که جمع کرده و 20 سال زمان برده که اینا رو از صافیش بگذرونه، توثیق بشه، از فیلترها عبور کنه، با اطمینان اینا رو در این کتاب جمع‌آوری کرده. و در اونجا روایاتی برای ما میاره که واقعا راهگشاست برای جوانهای ما، برای همه ما، که به سخن هر کسی گوش ندیم، به هر کسی رو وقتی میخوام ارزیابی کنیم ببینیم و مطمئن بشیم به این که این دارای دانش کافی در این زمینه هست. خب اینجا مرحوم کلینی در کتاب کافی خیلی مطالب روشنگرانه داره. یعنی اگر ما اینو بخونیم واقعا جریان‌های صوفیانه که انحرافی هست میفهمیم. تا این حرفی کسی میزنه میفهمیم این حرف اشتباه داره میزنه، تشخیص میدیم.
صحبتی میکنه، یاد میگیریم، مدرک برای ما باید بیاره. عالم کی باشه؟ میگه عالم ربانی. یعنی چه عالم ربانی؟ یعنی هم باید دانششو داشته باشه، هم علاوه بر دانش با تقوا باشه. چون یک کسی دانش داره اما چون تقوا نداره، انگیزه الهی نداره، انسانها رو گمراه میکنه به خاطر شهرت طلبی، به هر چی که میخواد میتونه باشه. باید دو چیز در او وجود داشته باشه، یکی از بعد اندیشه علم داشته باشه، در بعد انگیزه نیت درستی داشته باشه. از این باید مطلب را گرفت، عالمون ربانی. خب این یک گروه هست که مردم اینا رو میگن عالمه که عالم نیستن. آقا اومده خب به همین راحتی میاد صحبت میکنه. پیغمبر گفته که حدیثی ننویسید از من، هرچی نوشتن محو کنید و همه حدیث ها دروغ. یعنی این همه آدم با تقوا تو طول تاریخ، اینا تمام یک مش شیاد بودن، یک مش نفهم بودن، و شمایی که فقط مدرک مهندسی داری و هیچ اطلاعی تو این زمینه داری، شما مثلا داری بدونی؟ بعد اگر میگه حدیث رو محو کنید، خود این کلامی که نقل کردی حدیث هست یا نه؟ خوشتر همه محوش کن. خود شما که قرآن رو قبول داری، مگه قرآن نمیگه اطیع الله و اطیع الرسول، از رسول اطاعت کن؟ خب دستور رسول میشه حدیث، اینکه خلاف قرآن این حدیث. مگر به پیغمبر نمیگه پیغمبر یعلمهم الکتاب، پیغمبر قرآن به مردم تعلیم بده؟ خب تعلیم پیغمبر میشه حدیث. ببین به همین راحتی وقت دلیل هم نمیارن، میان مطرح میکنن. بعد مجموعه عظیمی از احادیث ما که این فیلترها گذشته. بله ما اهل سنت ما میدونیم، چند شب پیشم آمار دادم بهتون، قابل اعتماد نیست. ولی اینجا تلاش کردن، بله احادیث ضعیف هم ما داریم اما درصدش زیاد نیست، تلاش کردن احادیث رو از صافیای خودشون عبور دادن، اسنادش بررسی شده، مراتبش بررسی شده. واقعا ضابط الابد، واقعا مثل بعضی بزرگان، مثل سوزن بخوای برداری از کوه آب در بیاری، گاهی برای یک حدیث وقت یک عالم رو اینجور میگیره که من اسنادش رو بررسی کنم، من مدلول این حدیث رو ببینم، معارض این حدیث داره یا نداره. این هست که متاسفانه بعد اینام نمیان، فرار میکنن که بیان در معاهد علمی بحثای خودشون رو مطرح کنن. همینجا حضرت میفرماد میرن فی جهال الامه، این افرادی که خب جاهل به این معنا، یعنی نسبت ممکن در یه زمینه علم بره، تو این زمینه دانش نداره، میان تو میان اون حرفشون رو میزنن و الان هم که دیگه راحت منتشر میکنه. این یک مطلب. مطلب دیگه باز در خطبه قاصه حضرت امیر میفرماد، خطبه 192، ولا تطیع الادعیا الذین شربتم بصفوکم کدرهم و خلطتم بصحتکم مرضهم و ادخلتم فی حقکم باطلهم. از کسانی که ادعیا هستند، یعنی چی؟ ساده بگم یعنی مدعی علمن، مدعی دینداریان، اما نیستن، نه اون دیانتو دارن، نه اون خیرخواهی رو دارن، نه اون دانشو دارن، اینا میان چیکار میکنن؟ کدرشون رو، اون تیرگیشون رو در صفای شما وارد میکنن و صفای اعتقادی شما رو میگیرن و بیماری اعتقادی اخلاقیشون رو به شما چیکار میکنن؟ منتقل میکنن و باطلشون رو در حق شما وارد میکنن. خانم اومده، یه خانمی نشسته اونجا، یکی از انحرافهای جنسی رو داره، با چیدم حجابم داره کامل، ترویج میکنه که این انجام بدید این کار رو. خب بر چه مبنایی، رو چه اساسی؟ نه دلیل پزشکی میاره، نه دلیل علمی میاره، نه دلیل قرآنی میاره، نه دلیل چی میاره، و هم سخنرانی میکنن. خب همین ادعیا همینن، میاد اون کدورت خودشون رو، اون بیماری واگیردار اعتقادی اخلاقیشون رو به مخاطبشون منتقل میکنن. خب پس ما لازم هست که این جریان ها رو کاملا شناسایی کنیم تا بتونیم جریان حق رو
قشنگ ببینیم. اینجا که دیشب عرض کردم به عزیزان که بحث ولایت و براءت که در فرهنگ شیعی وجود داره که عین فرهنگ قرآنیه، اینجا خودشو نشون میده. و اون چیه؟ شما هر روز سوره حمدو میخونید در نمازها، بعد صراط مستقیم چی میگه؟ صراط مستقیم رو چی تعریف میکنه؟ نمیگه صراط مستقیم صراط این کارهاست، میگه صراط مستقیم صراط کسانیست که خدا به اونها نعمت داده، نه کسانی که خدا به اونها غضب کرده و نه کسانی که گمراهند. یعنی من و شما اگه بخوام به صراط مستقیم بریم، باید منعمین را بشناسیم، مقذوبین را بشناسیم، از اونها براءت بجوییم، دوری گزینیم، به اینها ولایت و دوستی داشته باشیم تا بتونیم در صراط مستقیم بریم. راهی هم غیر از این نیست. این که گفتن علی ابن ابی طالب صراط مستقیمه، دلیلش همینه. چون قبل صراط مستقیم بحث عبادت هست، ما تو رو عبادت میکنیم، از تو هم کمک میخواییم. خب بچی، حالا که ما عبادت میکنیم کمکم میخوام، حالا به راه راست ما رو هدایت کن. راه راست چیه؟ راه کسانی است که اونا نعمت دادی. خب اون کسان کیا هستن؟ رفتارشون چیه؟ گفتارشون چیه؟ سیرشون چیه؟ تا نشناسم که راه مستقیم نمیتونم برم. مغضوبین کیا هستن؟ سیرشون چیه؟ رفتارشون چیه؟ تا نشناسم که نمیتونم ازشون دوری بجویم. لذا دقیقاً سوره هم به اصل براءت و اصل ولایت معصومین اشاره داره، یعنی منعمین که خدا بهشون نعمت ویژه داده. خب اما براءت رو دقت کنیم، یک تفسیرهای ناروایی هم باز در همینجا وجود داره. کلمه براءت در اصل لغت از برع المریضه، برع یعنی مریض، از بیماری فاصله گرفت، برع یعنی فاصله گرفتن، دور شدن. خب به این میگن براءت. برع یعنی دور شدن، مریض از بیماری دور شد یعنی سالم شد، میگن برع. پس واژه براءت در اصل لغت یعنی فاصله گرفتن و دور شدن از چی؟ از زشتی ها، از باطل، از بدی ها. پس شدی اصل کاملا اخلاقی. کسی که براءت نداره یعنی ملتزم به اخلاقم نیست. منتها یه براءت اخلاقی، براءت اعتقادی داریم. براءت اخلاقی یعنی چی؟ یعنی دقت کنید، تا شما از دروغ بدتون نیاد، نسبت به دروغ بیزاری نجویید و دور نشید، صداقت و دوست ندارید، ولایت به صدق و صادق ندارید. به میزانی که از نفاق و درویی بدتون میاد و بیزارید و فاصله گرفتید، به ایمان و مؤمن علاقمند و دلداده خواهید بود. تا لا اله نگید، الا اللهش من و شما دروغه. توجه فرمودید؟ این براءت در حوزه اخلاق همونیست که عرض کردیم. محال کسی دروغ که خیلی خیلی خوبه، با آدم دروغ میگه راستی هم خیلی خوبه، مگه میشه هم چیزی؟ میشه هم چیزی؟ یک تناقض لاینحله، امکان نداره. من باید نفرت داشته باشم، من از خائن باید نفرت داشته باشم، از خیانت دوری بجویم تا امانت رو دوست داشته باشم و نسبت به امانت تعهد داشته باشم. من باید نسبت به رفتار داعشی ها چی داشته باشم؟ چه احساسی دارم؟ اگر احساس خوبی دارم که من آدم خوبی نیستم، اصلا اخلاقی نیستم، من باید احساس نفرت به این رفتار داشته باشم تا رفتار محبت و مهر همراه با مهر رو بپذیرم و بهش گرایش داشته باشم. پس براءت اگه جنبه اخلاقیشه، جنبه اعتقادی هم همینه. من در حیطه ایمان و نفاق، در حیطه ایمان و کفر هم همینجور هستم. کفر یعنی چی؟ یعنی حق رو ندیدن. کفره یعنی پوشوندن،
یعنی حق رو ندیدن. کسی که نمیخواد حق رو ببینه، کسی که از حق گریزانه، نمیتونه حق گرا باشه. شما به میزانی که نسبت به باطل حساسید و از باطل گریزانید، به حق چی هستید؟ گرایش دارید. پس این دو براءت زمینه رسیدن به چی هست؟ اون ولایت هستش. و دقت بفرمایید اینها رو. لذا روایات زیادی از غیر از آیه قرآن که براتون خوندم و یه آیه دیگه هم براتون میخونم، سوره مجادله آیه 22 مراجعه کنید. لا تجد قوما، بحث قرآنی الان داریم میگیم، از جهت عقلی اخلاقی مسئله رو مختصر اشاره کردم، حالا جهت قرآنی میگم. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله، نمیابی گروهی را که ایمان به خدا و قیامت دارن که اینا دوست داشته باشن کسی که دشمن خدا و رسوله. یعنی کسی که دشمن خدا و رسوله، مؤمن او را دوست نداره، مودت قلبی علاقه بهش نداره. بعد در ادامه میگه اولائک کتب فی قلوبهم الایمان، اینها ایمان در قلبشون نوشته شده. یعنی ایمان که از سنخ دلدادگی است، زمانی حقیقت خواهد داشت که نسبت به چرا؟ چون ایمان دلدادگی به خداست دیگه، که نسبت به دشمنان خدا چی باشیم؟ در دلمون دوستی نداشته باشیم. این داستانشه. همه ما اینجوری هستیم. ما الان شما اگه نفر رو قبول داری، دوستش داری، درسته یا نه؟ هر کسی که باهاش بده، باها چی هستی؟ قطعا بد هستید. در قلبتون ممکنه، در بحث بیرونی نمی کنه، بحث درونی دارم، در قلب خوشتون نمی ازش، ای به محبوب من علاقه نداره، دشمن محبوب منه، نمیتونی دوستش داشته باشید. یه کسی دشمن برادر شماست، دشمن فرزند شما، دشمن همسر شماست، نمیتونی باشی، قلبا نمیتونی باشی، صاف باشی. بله، در بیرون روابط تو جوری دیگه باید تنظیم کنی. این براءتی که ما الان میگیم فعلا تو مرحله درونه، یعنی تحقق ایمان، صدق ایمان منوط به این است که من نسبت به کفر، نسبت به انکار، نسبت به بیخدایی حساس باشم و علاقه نداشته باشم. اما بله، در بیرون طرف که اینجوری هست، کاری باش نداریم، درگیر باش نمیشیم. آیه شب خوندیم، قرآن چی فرمود؟ خدا شما را از کفاری که با شما نمی جنگن، با شما را خونه هاتون بیرون نکردن، خدا مانع نمیشه به اونا حتی نیکی بکنید، با عدالت برخورد کنید. یه بحث دیگه است. الان بحث ما در این بود که حقیقت اخلاق، حقیقت باور لازم داره این موضوع رو، بدون اون اصلا تحقق خارجی نداره، نمیشه تحقق پیدا بکنه. در چند روایت هم این آیه قرآن بود که خوندم که کسانی در دلشون ایمان حک میخوره و نوشته میشه که با کسانی که با خدا درگیرن و رسول دوست ندارم، دارم مودت نسبت به اونا ندارم. در روایتی هست که قائن رجلن قدم علی امیر المؤمنین، یه فردی اومد پیش حضرت امیر، گفت یا امیرالمؤمنین اینی احبک و احب فلانن، من هم تو رو دوست دارم هم فلانی رو، یعنی همونی که اومد ریسمون گردنت انداخت بردت مسجد بیعت بگیره دیگه، اسمشو نیبری، گفتن نبری، هم تو رو دوست دارم هم اونا. و شروع کرد دشمنهای حضرت رو اسم بردن که اینا رو دوست دارم. اما الان فانت اعور فاما ان تعمی و اما ان تبصر، حضرت میفرماد با این بیانی که تو داری میگی تو راه کج میری، تو نابینا هستی، از این نابینایی بیاد بیرون. یعنی جمع نمیشه این دوتا با هم، نمیشه من دروغ رو دوست داشته باشم، راستی هم دوست داشته باشم، کفر رو دوست داشته باشم، ایمان هم دوست داشته باشم، که نمیشه هم چیزی دوستی ندارم. ممکنه نفاق داشته باشم در بیرون، ولی دوستی یک جاست. خدا در دل ما جعل الله رجل من قلبین فی جوفه، در درون طرف دو تا دل که قرار نداده، یه دل قرار داده.
یه کسی آمد پیش امام صادق گفت فلانن یوالی کن، فلانی شما رو دوست داره، از موالیان شماست، منتها براعتش ضعیفه نسبت به دشمنان شما، براعتش ضعیفه، نه که نداره، ضعیفه. فرمود حیات کذب من ادعا محبتنا ولم یتبر من عدونا، دروغ میگه هر کسی که ادعای محبت ما رو میکنه و از دشمنان ما براعت نداره، براعت نداره از اونها. نمیشه همچی چیزی. ما امروز خیلی این قضیه وهابیت مسئله و ما روشن داره میکنه. نمیشه ما بگیم علی رو دوست داریم، معاویه رو هم دوست داریم، از رفتار معاویه براعت نمیجیم، از رفتار احمقانه و خشنانه اینها براعت نمیجیم. نمیشه همچی چیزی. ان امامتنا در روایت داریم به رفق، و ان امامت بنی امیه بالعنف، امامت بنی امیه به خشونت، امامت ما اهل بیت به رفق، به نرمی، به مهربانی. تو زیارت جامعه چی میخونید؟ شأنکم الحق و صدق و رفق. شأن شما اهل بیت حق، باطل نیست، صدق دروغ نیست، رفق خشونت نیست. این چهره اونهاست. نمیشه کسی بگه من مدعی محبت حق و صدق و رفقم، اما دشمن اینها که باطل و کذب و خشونته اونم دوست دارم، براعت ندارم. نمیشه چیزی. از امام رضا علیه السلام هم روایت هم نقل شده که کمال الدین ولایتنا و براعت من عدونا. کمال الدین ولایت ما اهل بیت هست و براعت هست دشمنان ما. خب پس در نتیجه این بخش کلام مولا اینو به ما میفهمونه که ما برای اینکه به راه رشد بریم، به پیمانهای الهی وفادار باشیم، جریان باطل رو کاملا باید شناسایی کنیم و اعتقاداً، اخلاقاً، عملاً فاصله بگیریم. حالا میبینی یه طرف میاد فحش میده به اینا، دشنام میده، اما رفتارش رفتار اوناست، اهل براعت نیست. براعت با فحش دادن نیست، براعت با بد و بیرا گفتن نیست. براعت با چی هست؟ با فاصله گرفتن از باورهای اونها، فاصله گرفتن از اخلاق و رفتار اونهاست. اصل حقیقت براعت اینه. لذا امام صادق علیه السلام می فرماد که در روایت که در جامعه ای که مثلا اونا خب پیروان اونان دیگه، اینا چه گناهی کردن؟ پیروان اونان، حالا گناهی دارن ولی خب پیرو اونان، اونا نیستن. حضرت میگه برید تشییع جنازهشون، برید عیادت بیمارانشون، برید فلان. ما با اون جریان و سردمداران اون جریان مشکل داریم و مشکلمون هم این هست که ما براعت داریم. حل الدین الالحب و البغض، این رو داریم، نمیتونیم نداشته باشیم. و در عقاید و عمل هست. فحاشی رو که دار بذارید، یه حرفا اشتباه است، هیچ دستوری ما نداریم این کارا رو انجام بدیم. فلتمسو ذالک من عند اهله. امام میفرماد در ادامه فراز پای بعدی، حالا این ذالک چیه؟ یعنی این رشد رو، شناسایی چهره های نفاق رو، شناسایی راه صحیح رو از اهلش طلب بکنید و بخواید، از اهلش بخواید. اهلش کیا هستن؟ ابن ابوالحدید با اینکه سنیه در ذیل اینجا میگه، میگه علی ابن ابی طالب اینو تو نهج البلاغه زیاد به کار برده، از اهلش میگه. مراد چیه؟ خودشه، تعبیر میکنه اهلشه، او اهلشه. حالا نمیگه من، از اهلش بگه، اونی که میدونه، اونی که علمو داره، اونی که این ایمانو داره، از او برید طلب بکنید. او براتون میگه چرا؟ فانهم، حالا دلیل میاره ازت، فانهم اهلش کیا هستند؟ که مراد اهل بیت باشه علیهم السلام. عیش العلم و موت الجهل. ببین دوتا رو با هم آوردن، هم موجب حیات علمن، هم موجب مرگ جهلن. دوتا رو الان اینجا بیان، یعنی اهل بیت هم جهل و باطل رو روشنگری میکنن، میآموزن نفاق و منافق، باطل و باطلگرا رو به شما معرفی میکنن، هم علم، عیش العلم. دقیقاً قرآن هم همینه سبکش. توجه کردی تو قرآن سبکش دقیقاً سبک تقابلیه؟ دو تا رو با هم میاره،
میگه کافر مؤمن، دنیا آخرت، ایمان نفاق، مؤمن منافق. من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، مال امیر مؤمنینه، از مردم یه نفری جانشو به خدا میفروشه برای رضایت خدا. بعدش قبلش داره من الناس من یعجب و که خولو من حیات الله، نقطه مقابل علی رم میگه. از میان مردم یه نفری هم هست وقتی میاد با رسول الله حرف میزنه خیلی حرفاش شگفت آوره، اما و هو این آدم علد الخصامه، لجوج ترین دشمنان خداست. به ظاهرش همین نفاقی که عرض کردم، این علد الخصامه، اون همه نه خصام که همه وجودشو برای رضای خدا میده. ببینید دو تا انسان متقابل کنار هم میاره، موسی فرعون، علی اون یکی دیگه، ایمان کفر، مؤمن کافر، اصلا قاعده سبک قرآن کریمه. بعد اهل بیت هم همینجورن، عیش العلم موت الجهل، هم نقطه زد رو آگاهی میدن به ما و پیروانشونو، هم نقطه حق رو و پیروانشونو. هما الذین، حالا حضرت میگه این افرادی که حیات علمن مرگ جهلن، ویژگیشون اینه، یعنی ویژگی اهل بیت میخواد بگه هما الذین یخبرکم حکمهم عن علمهم، اینا کسانی هستند که حکمشون، داوریشون، فرمانشون، امرشون بیانگر علمشونه. شما قدیر رو قبول نکردید، درسته؟ یعنی دلالت‌های بیرونی که گفت علی حقه، اهل بیت حقه رو قبول نکردید، در خود اینها دلالت بر حقانیتشون وجود داره. خودشون دیشب گفتیم علمشون نشون میده که من کیم. وقتی حکم میره قضاوت از علی رو بخونید، همه در میمونن، امیر قضاوت میکنه، معضل رو حل میکنه، این داله بس بر علم علیه. 70 بار اون طرف چی گفت؟ لولا علیان لحلکه عمر، اگه علی نبود من حلاک می شدم. قضاوت امیر المؤمنین دال بر علم امیر المؤمنینه، بیان امیر المؤمنین دال بر علم امیر المؤمنینه. و سمتهم عن منطقهم، سکوتشون بیانگر منطقشونه. چون خیلی اوقات سکوت فرد، یعنی اونجایی که نباید حرف بزنه حرف نمیزنه، نشان خردمندیشه. دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. کسی که اونجا نباید حرف بزنه حرف بزنه، میفهمیم از خرد خوبی برخوردار نیست. و اونجایی که باید حرف بزنه حرف نزنم، باز همینطوره. اما از سکوت اینها، یعنی اونجایی که سکوت کردن، این دلالت بر خرد اونهاست. همون کنی که امیرالمومنین بیان کرد در خطبه شقشقیه که من حمله کنم به اینها با دست بریده و بدون یاور، یا صبر کنم چیزی نگم. دیدم صبر احجا هست، صبر کردن عاقلانه تر هست. فصبرت، صبر کردم در حالی که در چشمم خار بود و در استخوانم گلو، در گلویم استخوان بود. و ظاهرهم عن باطنه، ظاهرشون حکایت از باطنشون. یعنی چی؟ یعنی رفتارشون، منششون، سیرشون نشون میده که در چه موقعیتی، کیان اینا. وقتی امام سجاد علیه السلام وارد مسجد الحرام شد، خلیفه اموی دید من خلیفه با خدم و حشم اینجا هستم، مردم دارن طوافشون میکنن، چی شد این که اومد همه رفتن سراغ او؟ گفت این کیه؟ شاعر فرزدق در اومد شعری گفت، هاذا الذی یعرف البطحا و تده، هاذا الذی یعرف الحل و الحرم، این همون کسی است که سرزمین مکه میشناسه او رو، حل و حرم میدونه اون کیه. این وقار امام، این نوع حرکت امام همه رو منقلب کرد. اون امام رضایی که عید فطر گفتن خب نماز عید و امام رضا ولی عهد شده دیگه، نماز عید امام رضا بخونه، امام رضا اومد بره نماز بخونه.
همین که حضرت حرکت کرد با پای برهنه و اون سیمای ذاکرانه و عابدانه، لشکری ها و فرمانده های لشکر همه اومدن چکمه ها رو کندن، از اسپا اومدن پایین، نمیدونم یال و کوپالشون رو انداختن، به مأمون گفتن امام رضا نماز بخونه بساط خلافتت برچیده است، وسط را امام رضا رو برگردون. همین راه رفتنشون، منششون، ظاهرشون خبر میده که باطنشون چه خبره. لا یخالفون الدین، اهل بیت با دین مخالفت نمی کنن، ولا یختلفون فی. یکی از معیارهایی که داریم اینه هیچ حدیثی از اهل بیت مخالف قرآن نباید باشه. رضا فرمودن اگر حدیثی به دستتون رسید این حدیث خلاف قرآن بود، ما نگفتیم اینا، دقت فرمودید، ما نگفتیم. این معیار قشنگی رو میدن، چون امام خلاف قرآن نمیگه، چون قرآن درش باطل نیست، حقه، یعنی امام خلاف حق نمیگه. اگه امروز روایت شما برخورد کردی خلاف عقل قطعی بود، خلاف علم قطعی بود، یقین میکنیم امام اینو نفرموده، یعنی امکان نداره. بزرگان ما بحث کردن گفتن امکان نداره حدیثی از معصوم خلاف عقل قطعی یا علم قطعی، چون علم گاهی در حال تغییر و تحوله، یه موقع یه چیزی میگن ولی بعدا اشتباه در میاد، نه، خلاف عقل، خلاف علم و خلاف قرآن نمیگه این من. چرا؟ چون حق محضه، علی یدمع الحق و الحق مع علی، فهو بینهم شاهد صادق و صامت النا. قرآن دین شاهد بر صدق این هاست و صامتی است که ناطقه. قرآن حرف نمیزنه اما حرف میزنه، حروفه، اما اگر دقت بکنید در آیاتش بیانگر مقامات زیبای اهل بیته. حیف که من یه درسی رو به اصطلاح اخیراً تصویب کردیم دانشگاه خودمون در مقطع دکتری و اعلام به رشته‌ام اعلام شد و گفتم گروه های قرآن حدیث بعد این درس آیات امامت ولایت رو داشته باشن. گردن خود منم انداختم، دو سه ترم گفتم اینقدر زیباست آیاتی که دلالت بر امامت و ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت میکنه، چقدر زیبا شرح حال اهل بیت رو میگه و تمام اعتقادی که ما نسبت به اهل بیت داریم همه رو از خود قرآن میتونیم در بیاریم، یعنی خود قرآن شاهد بر این مطالب هستش. خب دقایق بیش نمونده به نماز مغرب، من بحث رو اینجا خاتمه بهش میدم و خب عزیزان هم فرمودن بر 5 دقیقه تا اذانه. ما میدونید که در ایران اعلام شد که سه‌شنبه عید هست و خب رصدهایی که انجام شده اونها حتی با دستگاه‌های پیشرفته و به اشکال مختلف ما رؤیت نشده، اما احتمال داره که در این بخش ما رؤیت بشه، ولی من مراجعه کردم در جهت نجومی و محاسباتی که انجام شده اگر ابر نبوده به اصطلاح منجمین گفتن که قطعا ما اینجا رؤیت میشد اگر نبود ابر، اینجوری گفتن و در قسمت آمریکا در فلوریدا اینا هستش، اما ما باید منتظر باشیم. هر کسی که قبل از غروب امروز اعلام عید میکنه مبنایی برای اعلامش وجود نداره، هیچ مبنایی نیست. ما باید صبر کنیم ببینیم آیا در غروب آفتاب نزدیک به غروب در یک منطقه از افقهای نزدیک دیده میشه، بعد ارسال گزارش بشه تا مطمئن بشیم که فردا عید هست. لذا دوستان همجام که اعلام کردن منتظر باشید که بررسی ها بیاد، خود ما هم تماس زیادی این ور گرفتیم تا ببینیم که انشالله ماه رؤیت میشه که فردا عید باشه یا اینکه نه و سه‌شنبه باشه. البته احتمال داره که فردا باشه، این احتمال برای اینجا وجود داره و انشالله منتظر میمونیم. با همه این حرفا هم شب عید اعمالی داره، هم شب آخر ماه رمضان. حالا چه شب آخر باشه چه شب عید باشه، نمازی رو مرحوم آشخباس قمی ذکر کرده، نه اون هزار قره هو الله رو، اون که از عهده ما نمیاد. بله
البته یه روایتی از حضرت امیر در جبه شب قدر نیست، شب عوض میخوام عید فطر، یک نقش شده که نمازیست با 100 تا قل هو الله، حتی اونجا هم داره، اونم خوبه، حالا اگه نشدم اونو بکنه. عرض بزرگ مبارک شما که حالا اگر موفق شدیم ما شدیم شما اینها، بد نیست این رو داشته باشیم، حالا به قصد رجا به قصد قربت اون نمازی که آمده مرحوم ظاهرن 10 تا قل هو الله داره، اونو اگر انشاءالله توفیق بود انجام بشه، بلکه تا امیدواریم که ماه رو هر جوری شده از پشت ابرها بیرون بکشن و خلاصه برای فردا دیگه، چون فردا دیگه به قول معروف میگن که این دعای اللهم قشنی، میگن دیگه قش میکنن مردم دیگه، روز آخر خیلی سختشونه میخوان روزه بگیرن. از روز اول شما که انشاءالله امیدواریم که نتایجی تا ساعت 10 شب تا بریم ببینیم که چجور هست بیاد و انشاءالله تکلیف همه مشخص بشه. خدایا پروردگارا، آخر ماه هست، شب آخر، شب اول نمیدونیم، تو خدایی و مغفرت و رحمت تو زمانمند نیست، لطف تو از همه ما دریغ مدار. خدایا هر خطایی کردیم، هر اشتباهی رو که انجام دادیم، هر چیزی که ما رو از تو دور کرده به فضل و کرمت، همه اونها رو به مغفرت و رحمت خودت ببخش. خدایا اگر عبادتی کردیم، من خودم رو میگم، خب دلاراستی شدیم ولی نمیدونیم حضور قلب و اینها، خدایا این عبادات ناقص و دست با شکسته ما رو به کرم خودت قبول بفرما. خدایا کاری نکن که اگه کار خوبی انجام دادیم بعداً خرابش بکنیم، و اگه کار بدی انجام دادیم بعداً یه کاری کنیم که این کار بد از بین بره. ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای خوب کارهای بد از بین میبره. خدایا نگذار که گناهی به اون عالم از ما منتقل بشه، و حسنات ما را هم به اون عالم منتقل بگردان. پروردگارا فرج ولیت را نزدیک کن، ما را از یاران با وفای امام زمانمون قرار بده، چشمانمون رو به جمال نورانیش منور بگردان. خدایا حق محمد و آل محمد در هر موردی که اختلاف وجود داره اون حق را به ما بنمایان، ما را از مسیرهای باطل دور کن. خدایا امواتمون رو ببخش و بیامرز، بیمارانمون رو شفا بده، کسانی که هر مشکلی دارن، مشکل مالیه، مشکل روحیه، مشکلات مختلف خانوادگی هست، به فضل و کرمت مشکلاتشون رو برطرف بفرما. عاقبت ما را ختم به خیر بگردان. و السلام علیکم و رحمت.